یک کتیبه فارسی با نقش شیر شمشیر به دست در کنار شمایل حضرت علی علیه السلام در یکی از روستاهای ارمنستان کشف شد. این کتیبه فارسی با نقشی از شیر شمشیر به دست در کنار شمایل حضرت علی علیه السلام در یکی از روستاهای ارمنستان کشف شده است که میتواند نقش شیری شمشیر به دست را که طبق اسناد به دوره فتحعلی شاه قاجار باز میگردد 600 سال به عقب برگرداند. گفتنیست این کتیبه بقایای مسجدی تاریخی در یکی از روستاهای ارمنستان به نام بوژنی است. در کتیبه ساخته این مسجد تاریخ 661 هجری قمری نام 5 تن آل عبا ذکر شده که نشان می‌دهد شیعیان در این روستا ساکن بودند. چهل و دو سازمان و نهاد حقوقی و انسانی در سراسر جهان اعلام کردند که مقامات امارات همچنان به نقض حقوق بشر، اعمال محدودیت علیه آزادی‌ها، هدف قرار دادن فعالان و تصویب قوانین سرکوبگران ادامه می‌دهند. سایت روزنامه عربی 21 طی گزارشی گفت 42 سازمان و نهاد حقوقی و انسانی در سرتاسر جهان از جمله دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل در بیانیه مشترک اعلام کردند سیاست‌های امارات شامل محدودیت‌های شدیدی علیه آزادی بیان در اینترنت و خارج از آن و مجرم دانستن مخالفان است. مقامات اماراتی از بیش از 10 سال پیش حدود 60 مدافع حقوق بشر و فعال مدنی و مخالف سیاسی را ظالمانه به دلیل درخواستشان برای اصلاحات و دموکراسی یا عضویت در جمعیت الاصلاح بازداشت کردند. در پایان شایان ذکر است سازمان‌های مذکور خواهان آزادی فوری و غیر مشروط تمام بازداشت شدگان که به دلیل فعالیتشان در زمینه حقوق بشر در زندان هستند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، علی‌رغم کمک‌های مالی که به فرماندهان ایالات و شهرهای مختلف نیجریه و شمال شرق آفریقا می‌شود، 133 میلیون نیجریه‌ای در فقر زندگی می‌کنند و 4.3 میلیون نفر نیز در شمال شرق آفریقا با گرسنگی حاد روبرو هستند. شخصی که این آمار را منتشر کرد، سناتور شهوسانی، نماینده سابق مجلس قانونگذاری نیجریه می‌باشد. او همچنین گفت که فرمانداران ایالت عامل واقعی نرخ بالای فقر و سختی در نیجریه هستند. سانی در ادامه گفت در طول 8 سال مجموعاً 5.4 میلیارد دلار بودجه بین فرمانداران ایالتی تقسیم شد، اما این کشور همچنان با رکوردی حداقل 133 میلیون نفر جمعیت که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند روبروست. علاوه بر این نیجریه در معرض خشکسالی‌ها و سیل‌های دوره‌ای است که این هم تأثیر نامطلوبی بر تولیدات کشاورزی داشته و آسیب پذیری جمعیت‌ها را به ویژه در مناطق روستایی افزایش داده است. بر اساس گزارش جهانی بحران‌های غذایی، ساکنان 7 کشور در سال 2022 با گرسنگی و مرگ مواجه بودند. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، بر اساس گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، بیش از 250 میلیون نفر در 58 کشور در سال گذشته میلادی به دلیل درگیری‌ها، تغییرات اقلیمی، تأثیرات همه‌گیری کووید 19 و منازعه اوکراین با ناامنی غذایی حاد مواجه شدند. گزارش جهانی درباره بحران‌های غذایی اتحاد متشکل از سازمان‌های بشردوستانه که توسط سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا تأسیس شده است می‌گوید مردم در 7 کشور سومالی، افغانستان، بورکینافاسو، هایتی، نیجریه، سودان جنوبی و یمن با گرسنگی و مرگ مواجه بودند. این گزارش نشان می‌دهد تعداد افرادی که با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند و به کمک‌های غذایی فوری نیاز دارند 258 میلیون نفر برای چهارمین سال متوالی افزایش یافته است، موضوعی که به گفته آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل یک کیفرخواست گزنده از شکست بشریت در اجرای اهداف سازمان ملل برای پایان دادن به گرسنگی در جهان محسوب می‌شود.
گفتنی است ناامنی غذایی حاد زمانی رخ می‌دهد که ناتوانی فرد در مصرف غذای کافی زندگی یا معیشت او را با خطر فوری مواجه کند. در پی درخواست مجموعه از شیعیان شهر مزار شریف کشور افغانستان به همت مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیراز دامظلو یک چاه حفر گردید. در همین راستا مدیریت مؤسسه مصباح حسین اعلام کرد ندای درخواست کمک از سوی خانواده‌های نیازمند و ایتام شهر در مزار شریف که از دستیابی به آب شرب سالم محرومند، این مؤسسه را بران داشت تا تعدادی از کارکنان خود را مأمور حفر یک چاه در این شهر کند. گفتنی است مؤسسه مصباح حسین از فعالترین مؤسسات وابسته به دفتر آیت الله العظمی شیرازی است که در شهرهای مختلف جهان اسلام به فعالیت‌های گوناگون می‌پردازد. علامه سید ساجد علی نقوی به مناسبت روز کارگر گفت مشکلات کارگران باید در اولویت رسیدگی قرار بگیرد و این روز یادآور مبارزه کارگران است. وی با اشاره به نقش کارگران در توسعه و شکوفایی کشور از کارگران پاکستانی که در توسعه ملی و اقتصادی کشور سهم بسزایی دارند تجلیل و قدردانی کرد. وی در پایان گفت در دین اسلام کارگر دوست و حبیب خدا نام گرفته و دین ما ارزشمند بودن کارهای سخت را به ما آموزش می‌دهد. نمایشگاه میراث معماری اسلامی مجارستان در محل مجلس ملی پاکستان و با حضور رجا پرویز اشرف رئیس مجلس در اسلام آباد افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از تریبیون، نمایشگاه میراث معماری اسلامی مجارستان در محل مجلس ملی پاکستان و با حضور رجا پرویز اشرف رئیس مجلس در اسلام آباد افتتاح شد. این نمایشگاه اولی نمایشگاه است که به طور مشترک توسط سفارت مجارستان در اسلام آباد و مجلس ملی به مناسبت جشن طلایی قانون اساسی پاکستان برگزار می شود. بلا فاسکاس سفیر مجارستان در سخنرانی خود ابراز خوشحالی کرد که در کنار دبیرخانه شورای ملی این رویداد مهم را میزبانی می کند. وی ابراز امیدواری کرد که مردم از طریق این نمایشگاه اطلاعاتی در مورد میراث معماری اسلامی مجارستان به ویژه در خصوص مساجد این کشور دست آورند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، اعضای داوطلب حسین کیست در شهر میامی آمریکا با همکاری دانشجویان پزشکی نمایشگاه سلامتی را برای جمعیت بی‌خانمانان جامعه برگزار کردند. گفتنی است در این نمایشگاه که با استقبال خوبی نیز روبرو بود، بیش از 100 جفت کفش، 500 جفت جوراب و سایر ملزومات بهداشتی به نیازمندان ارائه شد.